بالاخره کار خودت کردی؟ چه کاری؟ مگه قرار نبود به منصور چیزی نگی؟ چیزی نگفتم. چیزی بهش نگفتم، فقط گله کردم چرا از حال و روز برادرش بیخبره. همین. اونم چیزی از حال و روز برادرش نپرسی، تو هم چیزی نگفتی، ولی نمیدونم چرا ناراحت بود. من چه میدونم، از خودش بپرس. تو چه پدر کشتگی با خانواده من داری؟ چرا اینقدر آزار اذیتشو میکنی؟ خودت بهتر میدونی. میخوام تو برام بگی. من پدر کشتگی با هیچ کس ندارم، قصد آزار هیچ کسی رم ندارم، ولی یه نگاه به وضع خودت بکن، یه نگاه به زندگیمون بکن. آخه این وضع ما توش زندگی میکنیم که چی؟ اون وقت این آقای دکتر و زنش با یه پیرزن تو اون خونه زندگی میکنن، نگران هیچی هم نیستن. اون پیرزن نیست، اسمش خانجونه. اون همه کس ماست. اگه منصور رفته اونجا داره زندگی میکنه، به خاطر اینکه تو نرفتی. من میخوام مستقل زندگی کنم، از اولم اینو به تو گفتم. مگه عقرب نیشت میزنه؟ خب میرفتی تو خونه خودت، در رو خودت میبستی. اون پیرزن که با تو کاری نداشت، اون آذرش به یه مورچه نرسیده. همین که گفتم. تو هر دفعه گفتی من برم خونه باباتینه با کله اومدم. یه بار بهت نه نگفتم. تو سرم وردار، دیوونم کردی. مامان بابا باز داریم با هم دعوا میکنی؟ نه بابا جون، دعوا چیه؟ برو بازی کن، برو قربونت برم. مریم جان. بله. چرا نمیای تو؟ چشم، الان میام. هنوزم تو فکری؟ نمیدونم چرا هر وقت میایم تو زندگیمون به یه ذره آرامش برسیم، همه چی به هم میریزه. من خودم هم از این وضع خوشم نمیاد، ولی وقتی زندگی نمیخواد باهات بسازه، تو باید با زندگی بسازی. توکلت با خدا باشه. از فریبا میترسم خانجون. دیگه اسمشم نیار. خود تو اینقدر ناراحت نکن. منصور ببینه دماغی میفهمه یه خبری شده. پرویز خان بیاد که میفهمه. حالا تا اون موقع یه فکر میکنیم. برای چی از حالا فکرشو مشغول کنیم؟ باشو بیا تو مادر. باشو بیا. چشم. من طلبکارتو دیدم، همونی که 2 میلیارد ازت طلب داره. کجا دیدش؟ همون جایی که از دستش فرار کردی، در مانگا. تو واقعا 2 میلیارد به این بابا بدهکاری؟ اولش 200 تومن بود، 5 سال پیش. با 200 میلیونی که بعدا ازش گرفتم، با چکای نزولش رسید به 2 میلیارد. و همه این کارها رو زمانی که آقا جون زنده بود کردی؟ کارا داشت خوب پیش میرفت که یه سر این چکای برگشتی باز شد. رقم کمی هم نیست، مثل یه گوله برف بود، افتاد تو سرازیری شد یه بهمن رو سرم خراب شد. خب حالا میخوای چیکار کنی؟ باید خونه هم بفروشم، حتی 1/3 پولش هم نمیشه. میدونم راضی نمیشه. باید با این بابا حرف بزنی. خودم درستش میکنم. چه جوری درستش میکنی؟ اون ازت چک داره. بالاخره یه رای پیدا میکنم. یه را اون آقا تهدید کرده به خانجون میگه اگه این کارو بکنه خانجون حسابی به هم میریزه. اون این کارو نمیکنه. چرا نمیکنه؟ نمیتونه؟ مگه نمیگه نزول خوره؟
چیکار کنم؟ چاره ای ندارم. به احمدی گفتم یا سهم منو بخر یا بفروش مرکی سهم خودشو برداره. نه سهم منو میخره نه تفکیک میکنه. خب باید یه خورده صبر کنه. اون صبر نمیکنه عزیز من. میره به خانجون میگه تو رو میگیرم میندازن زندون. زندون رفتن من چه فایده برون داره؟ آبرومون چی میشه؟ حرف مردم چی میشه؟ نمیگم پسر حاج عزت مال مردمو بالا کشید گرفتن انداختن زندون؟ حالا آبرومون هیچی، حرف مردمم به درک. خانجون چی؟ نمیگی با این کارهای تو دق میکنه و میمیره؟ چیکار کنم؟ اگه آقا جون زنده بود چیکار میکرد؟ آقا جون هیچ وقت از این گرفتاری نداشت. اگه برای دیگرون گرفتاری پیش میومد چیکار میکرد؟ حاج علی بنکدار که یادته بچه کس شد. آقا جون چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ طرفا رو خواست، جلسه گذاشت، استفیدی کرد. یه قدم اینو آورد جلو، دو قدم اونو برد عقب. قضیه تموم شد و رفت. الان حاج علی بنکدار بنکداریشو داره، کار کاسبیش هم داره میکنه. شما هر چی بگی من همون کارو میکنم. یه قراری با این یارو بذار، حالا یا تو شرکت یا هر جایی که خودت صلاح میدونی، یه پولی جور میکنیم بهش میدیم. اون با این پولای سردستی راضی نمیشه. بالاخره یه بخشی از نزولش میشه یا نه؟ بهش زنگ بزن برای فردا قرار بذار. فردا کی؟ هر وقت که دوست داشتی. چشم. من فقط از تو یه گلگی دارم. تو باید به من میگفتی، شاید میتونستم کمکت کنم. شما که همیشه باید کمک کردی. یادتونه یه بار تو محل دعوام شد شیش نفر ریخت دادن و سرم اومدی بس دوتایی با هم چه کتکی که نخوردیم، زدن دماغ تو شکستن. آره مثلا اومدم سوا کنم. اومدی سوا کنی کباب شدی. اومدم بخنی دماغ تو که نشکست. سرت سلامت داداش. یه قولی بهم بده. چه قولی؟ نذار خانجون بویی ببره. باش. بهشون گفتی که اومدن؟ نه بابا، همین که گفتم قراره بیاین بستشون بود. چطور بودن؟ همونطوری عزادارن. حالا حالا ها باید بمونن دیگه. دیگه خیلی بزرگ شده. به نظر من بیشتر شکلش نظرتون نخواستم. نشد که با خودش بی حساب بشم. ولی با بقیهشون کار دارم. همشون. خوب و بدشون رو جمع کن. میخوام دستم پر باشه که وقتی میکوبم نتونن بلنشن. چرا وایستدی؟ ببخشید. بله پس فعلا با اجازه. سلام بابایی. سلام دختر گلم، چطوری؟ خوبم بابایی. نمیدونی امروز چه چیزایی یاد گرفتم. چه چیزایی یاد گرفتی؟ تکلیف مثلا دیگه نمیشه دروغ گفت. مگه تو دروغ میگفتی؟ مگه شما دروغ نمیگی؟ نه ببخشیدا، هر کی میگه دروغ نمیگم دروغ میگه. غیبت چی؟ غیبت یعنی پشت سر کسی حرف زدن. خیلی خب تو بیا کیف منو ببر بالا، الان منم میام. بده بابا جان. خان جون سلام. سلام پسرم، خسته نباشی. شما خسته نباشی، حسابی افتادی به زحمت. تا باشه از این زحمت ها باشه. بفرمایید اینم قرصت. دست درد نکنه. برو بالا یه آبی به سر و صورتت بزن بیا پایین. چشم. الو داداش خونه ای؟
آره تازه رسیدم. خانجونو دیدی؟ آره دیدمش. چیزی که بهش نگفتی؟ نه یه کمی گرفته به نظر میرسید. تو مگه نمیای؟ دارم راه میفتم. خیلی خوب پس میبینمت. سلام. سلام. خسته نباشی. ممنونم. تو هم همینطور. مریم خوبی؟ آره. بچه اینقدر به هم ریخته ای؟ نه. اتفاقی افتاده؟ نه چه اتفاقی؟ آخه خانجونم میخورده پریشون بود. نه حالش خوبه، خسته شده، نمیدونی امروز چقدر کار کرد. به نظر تو کدوم بهتره؟ حالا کوتاه شب سر سفره که نمیخوایم برسیم. من اصلا نمیخوام بیام ولی مجبورم. چرا؟ به خاطر مادرت. ببین تو چه بخوای چه نخوای چسبیدی به این خانواده، هیچ کاریش هم نمیتونی بکنی. اگه بخوام میتونم. یه شب ما رو دعوت کردن دوره هم شام بخوریم، چرا زهرمارش میکنی؟ زندگی رو تو تلخ کردی. یه ذره، فقط یه ذره، اندازه یه دونه شکر شیرینی تو این زندگی به من نشون بده، اون موقع از من توقع داشته باش. تو نمیبینی، چشتو واکن، یه کندو عسل نشسته بغل دستت. هر وقتم که کمیاری بزن به لوده بازی. حالا یه کادو بر مامانت گرفتم تو کماده، برش دار. دست شما درد نکنه، فکر کردم فراموش کرده بودی. پاشو بابا جون. پس پاشو برم حسابی آمادت کنم. آخ جون من بردم. نه خیره من بردم، من همش میبرم. همش بچا بس دیگه، بیا بشینین شام بخورید. سینما میریم، رستوران میریم، پارک هم میریم، شب تو جمع میخوریم تو رستوران. خوبه چقدر خوش بگذره به ما. نه عمو منم بیا. آره عمو جون تو رو هم میبرم. خب منم میام. آره قربونت برم تو رو هم میبرم، اصلا هر ستاییتون رو هم میبرم. خوبه آخ جون. منصور کو الان از اون میگن که رفته بالا، الان میاد. تو خود تکیه نکن دیگه. خسته نباشین، خیلی زحمت کشیدین. خواهش میکنم. چه زحمتی شیوا جون، خیلی خوش اومدید. خان جون ببخشید ناهتر شدیم، تلفنم یکم طول کشید. بچه رو نمیاد خان جون؟ دارم میام. بابا سبزیاشو من پاک کردم. و آره کرده؟ سبزی که تو پاک کرده باشی خوردن داره ها. خیلی خوش آمدین. این خان جون چی کار کرده؟ ماسه جان مادر پشا صدای تلویزیون رو بلندتر کن. چشم خوش. قبول باشی. قبول باشی. بفرمایید. خیلی ممنون. بفرمایید. چی می‌خوری؟ قبول باشه. اما بکش مامان بابا الان میکشم. باشه از این سفتاره براش بکش. بفرم نه اینو بگیر که من خواهد فسنجون بخورم. بله بله سن چی میخوریم؟ مامان از اینو نمیخوریم. لیلا جان بکش برای اون. اما چی بریزم برای اون؟ اما برای چی بریزم؟ بسه؟ مامان باش خوابتو بده. باز اینو برای بچه ها بکش. به اما کدومشون کار داری؟ با خودشون. خودشون که دیگه تشریف بردن، دکترشون که داره طبابتشون میکنه، محسنشون هم داره سر میترش. سر
سر میتراشه؟ آره دیگه، سر ما رو که حسابی تراشید و دستمون هم به جایی بند نیست. شما که احیانا طرف اون نیست. من خب بفرما، شاهدم از قبل رسید. سر اینو که از تای تا تیغ انداخته. رسیدی به ماید یا هنوزم دنبالش؟ میرسیم. ای حساب دیگه. حساب که این مرمر زیاد داره، ولی با شما صافیم نقده. این خانومم در به درشه. چک اگه ازش داری مشتریشم، نصف نقد در میدارم. شما؟ چاکرتون ناصر، تو کار خرید و فروشم، قسطی، لوازم خونه، ماشین، پول، هرچی بخوای داریم. شاید به دردم خوردی یه روز، اما فعلا به سلامت. رو چشم. گل کاشتم. چه گل خوشگل میشه من ببینم؟ نه خیلی. ای خانجو قربونت برم. خانجو یه ذره ما رو تحویل بگی. یه خورده. یه ذره پیش ما بشین. آخه. خسته شدی خانجو؟ نه. بابا من کاری نکردم. همه کارا رو مریم و مینو کردن تفلیا. خانجون اون فوت کوزه‌گریه مهمه، اون چاشنی آخره که شما میزنی غذا رو خوشمزه‌اش میکنی. حرفو میزنی خانجون؟ بفهمید. نه من میل ندارم دستت درد نکنه، خودت بخور. میگم خانجون اما دلخورین؟ دلخور؟ برای خاک آقام اگه بذارم کار اونجا بکشه، کاسبیه دیگه، سود و زیان داره. یه روز آدم سود میکنه، یه روز زیان، ولی نمیذارم آب تو دلتون تکون بخوره. چی شده محسن؟ داداش از کاسبی چیزی نمیدونه. شما یه مریض بهش بده سه سود زندهش میکنه، ولی او کارش دکتریه، من تاجرم، فرق میکنه با هم. محسن جان راستش رو به من بگو. خانجون من یه خورده بدهی بالا آوردم. به داداش گفته بودم چیزی بهتون نگه. نمیدونم چی گفته و چجوری گفته، ولی من بهتون قول میدم خودم راست و ریسش بکنم. عزیزم تو ما این وضعیت نمیخواد کار کنیم، بدش ببین. ای محسن اینا همه گلدونا رو زدن شکستن، بابا بیارشون تو دیگه. ببخشید خانجون، ببخشید. بچه ها، بچه یعنی چی؟ خانجون ناراحت میشه دست. خانجون بیا یه دقیقه مای ظرفشویی من پیدا نمیکنم. خب بگو. خدا بیامرزه مینا رو. چی شد یاد مینا افتادی؟ داداش شما به من میگی چرا با من درد دل نمی کنی؟ یه بار با شما درد دل کردم، ببین چی شد. قضیه چیه ماسه؟ خدا بیامرز مینا هر حرفی بهش میزدی همونجا چال میکرد، لب تر نمیکرد، جیکش در نمیمد. اما شما چی؟ من چی؟ چیکار کردم؟ من قسمتون دادم، گفتم به خانجون چیزی نگین، بعد شما رفتی صاف گذاشی کف دستش. من راجب قضیه تو با خانجون حرفی نزدم. آخه چرا باید چیزی بگم؟ کاری هست از اون بر نمیاد. پس چرا خانجون با من جور رفتار میکرد؟ یه جور رفتار میکرد انگار همه چی رو میدونه. چه میدونم؟ من به خانجون حرفی نزدم. بگو جونه داداش. ای بابا گیم زدم. این که تازگی نداره. بهش گفتم، گفتم ورشکست شدم، اوضاعم خرابه. آخه چرا بهش گفتی؟ گفتم خودم درستش بکنم، میخواستم خیالش راحت کنم، خیلی گرفته بود. خیلی هم خیالش راحت کردی. البته قابل تو رو نداره،
ولی ایشالا ازش خوشت بیاد. ممنون خانجون، خیلی قشنگه. دستتون درد نکنه، چه رنگی داره. برای مریم و منو هم یه قواره از همین آوردم. تو هم دخترمی. بفرمایید. وای خانجون دستتون درد نکنه، چرا انقدر زحمت کشیدین؟ وای خیلی قشنگه، ممنونم. چرا از ما دوری میکنی شیبا جان؟ میدونم گرفتاری، محسن دروبرشو خیلی شلوغ کرده. پس خودتون بهتر میدونین گرفتاریش چیه. شیبا داشت یه چیزایی به من میگفت که نتونستیم ادامه بدیم. خودش حتما بهتون میگه. زن یه نگاه به شوهرش بندازه میفهمه چه حالی داره، گیر و گرفتش چیه. زن از همه به شوهرش نزدیک داره. به من بگو شیبا جان، من مادر محسنم، مادر تو هم هستم. باید بهش بگیم، شستش خبردار شده. اینجوری بیشتر ناراحتش میکنیم. نمیتونم نگاش کنم، یه نگاه بهم بندازه تا تهشو میخونه. ما باید به فکر طلبکارت باشیم. قضیه اون که حل بشه خیال خانجونم راحت میشه. به این راحتی ها نیست داداش. منم نگفتم راحته. برای تشخیص بیماری باید علتشو پیدا کنیم. کار ما با دکتری فهم میکنه. دکتر هزار جور دوا درمون میکنه تا بالاخره یکی شفاقه کنه. اما کاسبی و تجارت تنها درمونش فقط پوله، پول. ببینم تو آدرسی، تلفنی، نشونه چیزی از این آدم نداری؟ میخوای چیکار؟ میخوام باش حرف بزنم. اون که آدم نیست، حرف حالیش نمیشه. به هر حال هر کسی یه قلقی داره. بابای خدا بیامرز یادته یه کاسب بود. همه کاسبا هم دوستش داشتن، بهش احترام میذاشتن. هر وقت یه اختلافی بینشون پیش میومد به آقا مراجعه میکردن. اونم میونجیگری میکرد. به اون یکی میگفت تو دو تومن کمتر بگیر. به این یکی هم میگفت تو اینقدر محاسبه کن بهش بده. تموم میشد میرفت. ناصر که کاسب نیست، نزول خوره. میانجی این حرف هم حالیش نیست. انقدر میشینه تا نزول بیاره و نزول زار و زندگی طرف رو جمع کنه با خودش ببره. ناصر پسر الیاس. الیاس؟ ارث نزول خورش رسید به پسرش، ارث خرس به کفدار. همون الیاسی که سایه آقام با تیر میزد. میگم وقتی داشته میمرده از 300 نفر پول نزولی طلب داشته، همش هم میرسه به این ناصره. ایداد بیداد، گیره عجب نزول خوری افتادی. بی خود نبود آقا جون نزول خور و نزول بگیر و لعنت میکرد. حق داشت. من نگاه کن، یه آدم لعنت شدم، انگاری نفرینم کردم. نه تو نفرین شده یه ندونم کاریای خودتی، داری چوب تکرویاتو میخوری. البته منم بی تقصیر نیستم. تا وقتی این خدا بیامرز زنده بود با کفایت خودش همه کارا رو حل و فصل میکرد. بعد از رفتن اون یهو همه کارا ریخت رو دوش من. تو هیچ وقت کوتاهی نکردی. هنوز کفنش خشک نشده ولی من بریدم. مثل شکستگی استخون میمونه. تا وقتی داغه دردش رو نمیفهمی. ببین محسن، من نمیخوام کار به جایی باریک بکشه که مطمئنم با این آدم میکشه. ما بعد این مشکل تو خودمون حل کنیم. فکر کن مردم بگن پسرای حاج عزت مدعی پیدا کردن. آقام خدا بیامرز یه عمر رو آبرو زندگی کرد،
خورد خورد باز خوش آبرو جمع کرد. ولی ناصر آبرو نمیدونه چی، نمیشه باش کنار اومد. الو. الو آقای ناصر اصغری؟ من منصور صادقی هستم، برادر محسن. خب وقت دارین چند دقیقه شما رو ببینم؟ برای چی؟ برای که بتونیم مشکل رو حل کنیم. مشکل فقط یه جور حل میشه، اونم با پول. خب منم میخوام در همین مورد با شما صحبت کنم. چه صحبتی؟ داداشت شما حسابمو داره، تا چند وقت پیش ماه به ما پول میریخ به حسابم. بهش بگو بازم همون کارو بکنه. الو. الو داداش رو انداخته وسط، میخواد با من حرف بزنه. فکر کرده با حرف زدن درست میشه. خب شاید پول جور کرده. اگه پول جور کرده بود که نمیخواست حرف بزنه، رو میکرد. بازم خودش. آقا ما با هم صحبتی نداریم، شما طرف حساب من نیستی. آقای محترم، من دنبال یه راهی هستم که با هم کنار بیاییم. هم شما به پولت برسی، هم برادر من گرفتاریش برطرف بشه. من به پول میرسم، داداشتو گیر میندازم پولش میکنم، اونم گیرینگی. بله ممکنه، ولی طول میکشه، دادگاه و آب رو ریزی و زندان و این چیزا. بعدم دوباره میرسیم به همین جایی که من به شما گفتم، یعنی مذاکره. باشه، ولی یه شرط داره، محسنم باید باشه. به محسن احتیاجی نیست آقا جون، ما با هم به تفاهم برسیم، محسنم حرفی نداره. ببین آقا، شما طرف من نیستی. به قول شما اومدیم و ما با هم به تفاهم رسیدیم، اون وقت اون تو زد. ما یقه کیو باز بگیریم؟ خیلی خوب باشه، محسنم میاد. شما کی وقت داری؟ من وقتم آزاده، هر وقت زنگ بزنی هستم. پس من با شما تماس بگیرم فعلا. چی شد؟ راضی شدی؟ راضی نشدم، برنامه دارم. برنامه؟ چه برنامه ای؟ دیدی که شرط گذاشتم، گفتم محسنم باشه. آه این شد، باری کلا. همین جوری که دارن کم و زیاد میکنم، کاری میکنم که برق از کلشون بپره. نفهمن از کجا خوردم، هر دوشون، مخصوصا اون دکتره. اون وقت جوری بایسته تماشا کن. فقط خیلی دیر نیست، نمیخوایم خیلی مفصل باشه، در حد اینکه خوشخالی و همش در حد حرف نباشه، به خصوص اینکه فکر کردیم هر دو جشنم با هم گرفته باشه. شرمنده خانم، چند سال پیشم گرفتیم ولی خیلی مفصل بود، خاطرتون هست خانم؟ یه دانش آموز هم داشتیم، شبنم منوچهری. این اون وقت کلاس اول بود، تمام کس کارش هم تو این کارا بودن، عروسک کار میکردن، چند بارم تلویزیون کارشون رو نشون داد، اونم کار دست همینا بود. اون وقت هم که معلم هنر نداشتیم. الان هم اگه خیلی ممنونم شیدر، اگه لازم شه از والدینم کمک بگیرید. بله، فقط قبلش باید دنبال یه قصه باشم که مناسبت داشته باشه. البته فکر کنم سراغ دارم. آره خیلی وقت هم نداریم. یه ماه رمضون بس نیست؟ یه کاریش میکنم، خرج و مخارجم در نظر داشته باشید. خیالتون راحت باشه، حواسم هست. خداحافظ. خداحافظ. شرمنده خانم، همون رو بگیم بیان کمکتون کنن که یه وقت آخر کار در نمون. خیلی ممنون. حالا خرج و مخارجش رو چیکار کنی؟ هر دفعه یه برنامه است. من خوب میشناسمش، خیلی آب زیر کاسه. ما فقط قراره با هم حرف بزنیم، همین. مطمئنم نقشه کشیده واسم، برسیم اونجا با آدماش دورمو کردن. مطمئن باش کار به اونجا نمیکشه. من بهش پیشنهاد میکنم که نتونه رد کنه. چه پیشنهادی؟ تو به من اعتماد داری یا نه؟ این چه حرفیه داداش؟ کاش همه طلبکارا مثل شما بودن. من تو عمرم نه به کسی بدهکار بودم نه از کسی طلبکار. ولی من که شخصا به شما خیلی بدهکارم. باشه واسه بعد. پس یه زنگ بزنیم بیان دفتر من. چرا اونجا؟ خیلی وقت شرکت نرفتم. بعدش هم اگه قرار باشه قول و قراری بذاریم، سندی رد و بدل کنیم، بهتره کسی اونجا باشه. خب مگه کسی اونجاست؟ دیگه احمدی شریکم، هرچند با هم یکم مشکل داریم ولی
بودنش بد نیست. چه مشکلی؟ بهش میگم یه سهم منو بخر، بدهی این یارو بندازم جلوش، خود سبکتر بشم. میگه نه میخرم نه میفروشم. برای تفکیکم که بخوایم اقدام کنیم کلی طول میکشه. ولی تا اونجایی که میدونم نباید آدم بدی باشه. نه رفیقی. خیلی خوب، تا نشستی من برم بالا و برگردم. به به به، چه دختری، چه نازنینی. تو همیشه وقتی از مدرسه من اینقدر زود مشقات رو می‌نویسی؟ آدم باید به موقع تکلیفش رو انجام بده. حالا من چی کار میکردم وقتی بچه بودم؟ تو از مدرسه میمدم کیفمو پرت میکردم تو خونه، ده بود و کوچه برای بازی. ای تنبل. تازه وسط نوشتنم خوابم میبرد. عمه مینات خدا بیامرز منو کشون کشون میبرد تو رخت خواب. هر شب بساط اون همین بود. ولی صبح که پا میشدم میدیدم همه مشقامو نوشته و تکلیفامو انجام داده. جونم اما اونا چجوری؟ تصادف کرد وقتی از شمال برمیگشتن. همو تصادف کردم. کی؟ گمونم چند سالی میشه. من اون موقع به دنیا اومده بودم. الان چند سالته؟ دارم میرم تو 9 سال. چند روز دیگه تو مدرسه برامون جشن تکلیف میگیرن. اما حسین جونم دیگه چیه؟ اون مرده که دنبالت میکردن کی بودن؟ عمو من با اون دوتا دعوام شده بود، اومده بودن دنبال من برای دعوا. منم جلو خانجون نمیخواستم باشون دعوا کنم، فرار کردم. دیگه پیش کسی اینو نگی یا این سوال از من نپرسی یا. اما به تکلیف عمل نمی کنی یا. کدوم تکلیف؟ آدم وقتی به سن تکلیف میرسه باید به تکلیفش عمل کنه، مخصوصا تکلیف شماره یک. تکلیف شماره یک چیه؟ دروغ نگفتن. عمو تو اونا رو نمیشناسی، اونا آدمای بدیه. تکلیف شماره دو هم که تکلیف شماره دو دیگه چیه؟ غیبت نکردن، یعنی پوستر کسی حرف نزدن. آها، تکلیف دیگه هم هست؟ خیلی زیاده. مثلا حیوانا رو دوست داشتن، به مامان کمک کردن. آها، خب پس من به تو قول میدم از امروز نه دروغ بگم نه غیبت بکنم، به خانجونم کمک کنم، حیوانا رو هم دوست داشته باشم. خوبه؟ ولی توی تکلیفت نمرت 20ه. اه کدوم تکلیف؟ خیلی مهربونی، خیلی خیلی مهربونی. منم خیلی دوست دارم. الهی من قربونت دارم، منم تو رو خیلی دوست دارم. بیا جلو، یه چیزی یواشکی میخوام بهت بگم. تو زندگی بهترین دوست منی. خدا شکر حداقل توی تکلیف سربلند بیرون اومدیم. نه الهی قربونت دارم. سلام خان جون. سلام. سلام به بهترین مادر و مادر بزرگ دنیا، بهترین مادر شوهر دنیا که همین روزا بهترین مادر زن دنیا میشه. اینقدر رو هم نچین آقا محسن. آخر به خیر. با محسن میریم تا یه جایی برمیگردیم. زود برمیگردیم خان جون. خیر باشه. خیر خان جون. دلم لک زده بود شما دوتا رو با هم ببینم شونه به شونه. یه خانجون ما که قد اون به زیر شونه داداشم نمیرسه. به قول خانجون اینقدر رو هم نچیم، بریم. خانجون رفته بودی زیارت، ما هم دعا کردی. من همیشه شما رو دعا میکنم، همه تون. عقب افتاد، میخوان جشن تکلیف و عید یه جا بگیرن، نمایش هم میخوان. به منم گفتن اصلا روم نشد بگم معلم نقاشی و چه به تئاتر. من یه بار یادم ابتدایی بودم نقش یه جوجه که دست جیک جیک میکرد و بازی کردم. چند سال پیش فکر کنم کلاس اول دبستان بود، لیلا یه نمایش بازی کرد تو مدرسه. آره یادمه، با همین فک و فامیل شبنم هم کلاسیش. آره یه تیکایش هم تلویزیون پخش کرد. آره. خب از همونو کمک بگیر. کمک که لازم دارم، اول از همه از خونه خودمون. تو متن چیزی داری به دردمون بخوره؟ خب من همه کارام مال کودکه، فقط نمیدونم کدومشون به دردت بخوره. خودت نگاه کن یه دونه که ساده باشه منم بتونم دیگه. یه دونه دارم کار عروسکیه. خب. فکر میکنم بچه ها خوششون بیاد، فقط یه شرط داره. من که همه تلاشمو میکنم آبروریزی نشه. اونو که میدونم نمیتونی.
شرطش اینه که دیگه خلاصه پارتی بازی کنی و لیلا رو. آها، معلم برادرزادت که باشه همین میشه دیگه. ولی اگه آبروریزی شد میندازم گردنه. اون قبول کرد، تو هم باور کردی. این یه تلس موسیقی. نه، به منصورم قول داده به درف بزنی. از من گفتن، حالا خود دانی. میدونی که باید چیکار کنی دیگه. مثل اون دفعه. آره، خودشه. خودشه یعنی چی؟ دوباره میخواد چیکار کنه؟ محکم کاری. محکم کاری؟ شاید هم لازم نشد. بله که دیدم. عمه مینا منو دیده؟ آره مامان، وقتی خیلی کوچیک بودی. حالا برای چی میپرسی؟ آخه عمه مینا مشقای عمو محسن رو نوشته. ای تنبل. مامان اگه عمه مینا زنده بود مشقای منم مینوشت. مامان عمه مینا. لیلا میشه اینقدر راجع به عمه مینا حرف نزنی؟ مخصوصا جلو خانجون. چرا؟ برای اینکه داغش تازه میشه. داغش تازه میشه؟ ای چی؟ وقتی یکی عزیزشو از دست میده، یه کسایی که راجبش حرف میزنن قصه میخوره، ناراحت میشه، داغش تازه میشه، فهمیدی؟ بودو برو پایین به خانجون کمک کن تا من بیرم. بودو مامان. آقای دکتر، این کاسبی نشد که. ما هم یه جور کاسبیم. خب همه یه جنس میدن، جنس میگیرن، ما هم پول میدیم، پول میگیریم. این یعنی نزول خوری دیگه. دکتر ما رو آوردی اینجا که از این حرفا بشنویم؟ عیبی نداره آقا ناصر، بهتره بریم سر اصل مطلب. اصل مطلب اینه که محسن الان باست اینجا باشه که نیست. کجاست؟ پیداش میشه. من باش تماس گرفتم، تو راه. شما کل مبلغی که طلب داری 2 میلیارده، درسته؟ 2 میلیارد خورده ای، حالا خوردهش به جهنم. حالا هرچی، میخوام بدونم اصل پولی که به برادر من دادی چقدره؟ 400. 400 مال 4-5 سال پیش بوده، اینم بگو. خیلی خوب، حق با شماست. ولی انصاف بدین که بهرش 5 برابر اصل پوله. قضیه مال دیروز امروز نیست که دکتر، 4-5 ساله که ما گرفتار داداشتیم. ولی تهیه پول توی همچه دور زمانه خیلی سخته. کل پولم یه جا میخوای دیگه، نه؟ آره همه رو یه جا میخوام. ولی باید یه تخفیف به ما بدی، یه تخفیف کلی و مهلت. اصلا تو محسن اینجا نباشه من زیر باره هیچی نمیرم. همش داره فرار میکنه، یه دفعه نیومده این آدم حرف بزنه. بخورده معقولانه تر صحبت کنین آقا ناصر. آسی شدم دکتر، خسته شدم. اصلا گیرم من مهلت دادم، تخفیفم دادم. چقدر؟ راجع به تخفیفش بعدن صحبت میکنیم. یه ما مهلت میخوام. به چه ضمانتی؟ به ضمانت من. نه دیگه، به حرف که نمیشه. من سامدار همون درمانگاهیم که اومدی دیدی. سهممون در اختیارت میذارم. خوبه؟ ای بابا، اینم که آنتن نداره. از اینجا خوب دید نداریم سرکار، میترسم رفته باشه تو شرکت. بریم. بریم. یه شرط دیگه هم دارم.
تو این مدت دیگه برادر منو تعقیب نکنی. باشه، ولی اگه دوباره تو زد چی؟ طرف حسابت منم. اون وقت من یه شب میام در خونتون در میزنم، میگم هاش خانم یا خونتو بفروش طلب منو بده یا پسرتو میندازم زندون. تو این کارو نمیکنی؟ چرا میکنم؟ هر وقت بخوام. اون خونه تو این حصار وراثته، کلی کار داره. این چیزا رو من از برم دکتر، دفعه اولم که نیست، ولی حاج خانوم حسابی شوکه میشه. این موضوع ربطی به مادر ما نداره. این دیگه مشکل من نیست. الو 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 داداش، ببین اینا مامور آوردن ها. مامور؟ من قرار نبود پای مامور نیاد وسط. من به اعتبار اسم حاج عزت بهش پول دادم. فکر نمیکردم پسر حاج عزت مال مردم خور باشه. داداش یه دقیقه رو آیفون ببین، منم به اعتبار بابای تو اومدم سراغت، گفتم پسر الیاس نزول خور حتما نزول خور میشه. پای بابای منو واسه چی میکشی وسط؟ چرا پای بابای منو میکشی وسط؟ بابای من خدا بیامرز اصلا روشم خبردار نبود من چه گندی دارم میزنم، ولی آقا والده میشدم. ببین من براش پسر ناخلف بودم، ولی بابای تو هرچی میگشت پسر خلفتر از تو پیدا نمیکرد. بیچارت میکنم، به روز سیاه میشونمت، کاری میکنم ننت بیاد پشت میله های زندون ببینتت، کاری میکنم به پام بیافتی کفشم و لیس بزنی. اینقدر به بابات نناس. بابات اگه آدم خوبی بود که پسرش مال مردم خور در نمیومد. مال مردم خور؟ ببین کی به کی میگه مال مردم خور؟ میام اونجا دندوناتو تو دهنت خورد میکنم. سرکار اینجاست. دیدت در رفت. مرد حسابی، ما با هم حرف زدیم، قرار گذاشتیم، قرار نبود کلک بزنی. یه طوری حرف میزنی انگار من فراریم. داداش شما فرار کرده، ولی من میندازمش زندون. تو فکر میکنی با زندون رفتن اون چیزی عایدت میشه؟ من برای این کار آبرو و شرافت کاریمو گذاشتم. گفتم صبر کن راضیت میکنم. ببین دکتر جون، من گرگ بارون دیدم، از این حرفا زیاد شنیدم، از این ریشیا رو گذاشتن و ضمانتام زیاد دیدم، هیچ کدوم واسه ما پول نشده. من فقط محسن رو میخوام، میندازمش تو الفتونی، دو روز بمونه طلب من صاف میشه. ببین من میرم زندون، ولی یه پاپاسی هم گیرت نمیاد. این حرفا یه بار دیگه هم زدی، تو برو زندون بمونون تو. من به پولم نرسیدم، هم نرسیدم، ببینم تو کی میخوای در بری. آقا ناصر وایسا، حلش میکنم عزیز من. الو الو، شما وایسا. ببین دکتر جون، شما تشریف ببر مطب، با این حرفای شما ما معالجه نمیشیم. تا حالا اون منو بازی داده، الان نوبت منه. بازیه، بازی همین جوریه دیگه، بلد نیستی؟ برو دکتر جون، برو واسه ما سخنرانی نکن. آقا جون من قرار نشد شما چه کار بیاری، منم سهام درمانگاه رو، طرف حسابت منم، من که الان این بازی ها نیستم. کجا؟ اگه من میذارم بری به من کلک میزنی؟ من یا تو؟ دستمو ول کن. باش همدست بودی، منو بازی دادی، نقشتون بود که فراریش بدی. من بازی بلد نیستم آقا ناصر، خودت گفتی. سرکار من از این آقا شاکیم، بهش دستبند بزن که اینم مثل اون یکی فرار نکنه. به ایشون دستبند بزنم؟ چرا؟ شما که به جلب محسن صادقی رو داری، من که نمیتونم ایشون رو دستگیر کنم. این به من کلک زده، من ازش شاکیم. پس برو شکایت کن، قاضی حکمداد حکم جلب رو بیار، منم بازداشتش میکنم. خیلی ممنون سرکار، بازی همینه، سر شکسته نکره. من که میخواستم کارو تمومش کنم، خودت نخواستی. ای لعنت به من. حالا ببین کی اون خونه رو از چنگتون در میارم. اگه در نیاوردم، اگه اون خونه رو از چنگتون در نیاوردم، حالا صبر کن. بازی منم میبینی. هیچ کی نمیاد تا حالا پول منو بده قلبه کوچیکت.